بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید من دکتر مهرنگ خذایی هستم روانشناس بالینی و محقق در روانشناسی تحلیلی این برنامه سلمی که هدفش گسترش علم روانشناسی بررسی تئوریهای های دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است برنامه امروز من درباره استرس پس از سانحه در سربازان جنگ هستش استرس یکی از آسیب های روانیه و کم و بیش همه ما گهگاهی با اون برخورد کردیم. تقریبا هر چیزی میتونه باعث استرس در ما بشه و برای بعضی افراد فقط فکر کردن به یک واقعه میتونه استرس ها باشه و اون زمانیه که در مورد چیزی نگران و ناراحته. البته این نوع استرس ها طبیعیه چون حالتی از استرابه اما استرس پس از سانحه شکل بالاتر جدیتر از استرس معمولیه چون فردی که به استرس پس از سانحه مبتلا میشه ذهنش بقای و حوادث دردناک و در خودش ذخیره میکنه و پس از مدتی به طور مکرر اونها رو تکرار میکنه و اون افکار آزاردهنده زندگیشو میتونه فلج کنه در خوابش اختلال میندازه کابوس های وحشتناک میبینه احساس پریشونی شدید میکنه و تصویرها و صداهای وحشتناک زمان حادثه آزارش میدن و واکنش‌های های عمیق روانی و احساسی درش به وجود میاد آن. یعنی انگار که اون واقع دوباره اتفاق افتاده این حالت برای سربازانی که در جنگ بودن بسیار اتفاق میافتاده خاطرات جنگ و تصاویر وحشتناک اون مثل زخم عمیق ذهن سرباس آسیب دیده رو آزار میده و با کوچکترین تلنگل از حافظه میزنه بیرون که به اونها جانبازان اعصاب و روان میگن من در دو سال گذشته کتابی منتشر کردم به نام نیلوفرهای مجنون این کتاب اثریه که راوی مشکلات مردمی است خسته از جنگ، خسته از زندگی، مردانی که در جوانی گرفتار تغییر و سرنوشتی شدن که خودش اون, اون رو انتخاب نکردن و در دنیای واقعی از چند لایه بودن زندگیشون در رنج میبرند و دچار مشکلات روحی روانی شدید هستند. و هنوز پس از گذشت سی سال به عنوان بیماران اعصاب و روان یا در بیمارستان روانی بستریان یا در خونه هاشون از حالت روانی و خشم رنج میبرند. این کتاب بر اساس داستانی واقعی نوشته شده درباره زندگی یکی از بیمارانم که تقریبا همه سالهای جنگ رو در جبهه گذرانده بود و همین موضوع اون تاثیر بسیاری گذاشته بود و اصرار داشت که یعنی وقتی من اونو ملاقات کردم اصرار داشت که من فقط به مشکلاتی که با داروهای روانگردان داشت بپردازم. می میگفت انگار این داروها رو من اثر ندارن چون من هنوز در حالت پریشونیم من میدونستم که دارو همیشه فقط بخشی از کمک به بهبودی بیمارهای روانیه تجربه کرده بودم که بسیاری از اونها که آرامش خودشون رو از داروهای افسردگی و خواب آور و روانگرد ها میگیرن تا زمانی که از شر داستانی که پشت سرشون دارن خلاص نشن حالشون بهتر نخواهد شد برای همین مدت ها با بیمارم هر زدم تا گذشتش رو بدونم بفهمم ریشه استرس های شدید اون از چیه؟ بعد که فهمیدم که اون جانباز اعصاب و روانه و در جنگ ایران و عراق بوده خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم در اون موقع من چیزی زیادی از جنگ ایران و عراق نمیدونستم چون بیشتر عمرم رو در آمریکا گذرونده بودم و در اون زمان تکنولوژی مثل الان انقدر پیشرفته نکرده پیشرفت نکرده بود که بتونیم هر لحظه با سراسر سر دنیا به وسیله اینترنت و گوشیامون خبرها رو بشنویم یا اطلاعات دقیقی از وضع حال کشورمون داشته باشیم. تنها اطلاعات ما یه اخبار کوتاهی بود که در تلویزیونی های امریکا میشنیدیم بنابراین من از نگاه اون غریبه بودم چون درد دلش رو نمیتونستم بفهمم احساساتش رو نمیتونستم درک کنم بعد کم کم شروع کردم به خوندن و مطالعه درباره جوانایی که در جنگ شرکت کرده بودن سعی کردم همه چیز رو درباره اونا بخونم هرچی بیشتر میخوندم احساس میکردم کمتر میدونم یعنی وقتی با خاطرات دردناک این رزمنده ها ارتباط برقرار میکردم انقدر برام بیگانه بود که هیچ نشونه آشنایی می... میون آدمایی که در زمان جنگ زندگی میکردن با من هموطنشون که در امریکا و در دنیای آزادی و رفاه زندگی میکردم پیدا نمیشد داستان زندگی بیمارم مدت منو درگیر کرد و زمانی که همه ماجراهای زندگیشو شنیدم به اون و آدمایی که هشت سال از زندگیشون رو در جنگ و وحشت گذرونده گزار... بودن از قلبا نزدیکتر و نزدیکتر شدم و یعنی یه داستان تکان دهنده شگفت انگیز از مردمان کشورم شنیدم که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و بعد به مردمان کشورم افتخار کردم که با استقامت سختی های بسیاری رو تحمل کردن و به زندگیشون ادامه دادن. بعد فکر کردم که خب من برای مملکتم چه خدمتی میتونم انجام بدم که اقلا بتونم شریک احساسات اونا در دوران سخت باشم. بعد تصمیم گرفتم کتابی بنویسم و وضعیت افرادی رو که در شرایط جنگی زندگی خودشون رو گذروندن و مردم رو به تصویر بکشم اسمشان بذارم نیلوفرهای مجنون که یادآور سربازان شجاعی باشه که در جزیره مجنون به شیمیایی شدن و جون خودشون رو از دست دادن جنگ هشت ساله ایران و عراق تاثیر بسیاری به روی مردم گذاشت بسیاری آواره شدند و زندگی سختی رو گذروندند همه به طریقی صدمه دیدند بسیاری از جوان ها که به زمان خدمت وظیفه می رسیدن به دلیل ترس و وحشت پدر مادر ها اونا رو تا قبل از اینکه به سن 18 سالگی برسن سعی می کردن از کشور خارج کنن تا جونشون به خطر نیفته خب رفتن و دوری اجباری از خونه و خونواده برای برخی ها مثل مردنه و این قصه پر قصه دیگریه که در هیست سال جنگ اتفاق می افتاد. بیماری های روانی همیشه موضوع کار من بوده. هم از بیماری های عصبی، روان پرشی، افسردگی، استراب، موج گرفتگی و عواقف ناخوشایند اون. موج گرفتگی در اثر انفجار اسلحه های انفجاری مثل بم نارنجک خمپاره اتفاق میافته که پس از انفجار یک جریان هوای فشرده رو در اطراف خودش ایجاد میکنه. این هوا هم میتونه جسم افراد رو دچار نقصهایی مثل پاره شدن پرده گوش، عصب بینایی، اختلالات پوستی کنه و همین که میتونه از نظر روانی در افراد رفتارهای ناگانه روان پرشی و خشونت ایجاد کنه. و این اتفاقیه که برای بسیاری از سربازان جنگ رخ داده. و زندگیشون رو بعد از گذشته سی سال تحت تاثیر قرار داده که باید در تحت درمان باشن و در بیمارستان روانی زندگیشون رو بگذرونن متاسفانه در شرایطی که کشوری در جنگ میهنیه و جنگ به منزله دفاع جریان داره صحبت کردن درباره آسیب های تلخ جنگ به عنوان زیر سوال بردن دفاع میهنی تلقی میشه به خاطر همین تا سالها که جنگ تموم میشه در همه جای دنیا توجه زیادی به مسائل روانی جنگ نمیشه برای همین قربانیان جنگ تبدیل افرادی میشن که در معرض عمومی مردان بزرگ سرداران فداکار و سربازان پیروز خونده میشن اما خیلی از اونها دچار مشکلات روانی و استرس های پس از هستن که هنوز تحت درمانن هدف من از نوشتن کتاب نیلوفرهای مجنون این بود که توجه مردم رو به رزمندگان اعصاب روان جنگ جلب کنم که مردم اونها رو از یاد نبرن ازشون همیشه قدردانی بشه چون اونها کسایی بودن که از میهن دفاع کردن که همه هنانشون بتونن در آرامش به زندگیشون ادامه بدن حالا اجازه بدین که یه ویدیو کوتاه رو از یک رزمنده‌ای که در دوران جنگ به سر میبرده در جوانی و بعد به بیماری اعصاب و روان مبتلا شده رو ببینیم اون الان یه مرد میون سالیه که در بیمارستان روانی به سر میبره پس با هم نگاه میکنیم مطمئنی که من نظامی میشم؟ انشالله هر موقع خواستی انشالله نظامی باشی شما قرصات بعد سر وقت بخوری نه, نه دلاریم دل دلمو خوش کن به زندگی انشالله نظامی میشی انشالله شفا میگیری امامزا رضات میکنه انشالله چی بشه؟ انشالله نظامی بشه نظامی بشه بل. هستم نه؟ هستی بله قهرمانی خیلی هم چطور فکر من اینطوریه که هی نمیخواد مسی که را بیاد به آدم انشالله که میری به امید میره خدا انشالله من قول میدم من قول مدم که انشالله میری نظامی میشه ای خدا ای خدا واقعا شکرت بله. من دیگه حالم خوب میشه انشالله انشالله به امید خدا حوشنگ شفا یک سروده داره که میگه بر لبانم قنچه لبخند پجمرده است نقبه هایم دلگیر و افسرده است نه سرودی، نه سروری، نه هماوازی، نه شوری این چه آینی، چه قانونی، چه تدبیری است من از این آرامش سنگین و سامد آسیم دیگر من از این آهنگ یکسان و مکرر آسیم دیگر من سرودی تازه می من امیدی تازه میخواهم، این درد دل هزاران جانباز اعصاب و روان و خونواده های اوناست چون در بسیاری از خونه های اونها جنگ هنوز ادامه داره و با خونواده های زیادی زندگی میکنه خونوادههایی که یادگاران زنده از روزهای آتش خون دارن و روزهای رنجاور امروزشون دست کمی از روزهای تلخ گذشته نداره اونا روزهای سختی رو به دلیل بیماری همسر یا پدرانشون میگذرونند که بسیاری از اوقات تحمل زندگی با عزیز جانبازشون خارج از توانشونه و در مواردی همسر جانباز به اجبار باید از اون جدا بشه و زندگی خانوادگیشون از هم پاشیده بشه برخی از جانبازان هم یا با برخوردهای ناخوشایندی از طرف بعضی از مردم روبرو میشن که نه تنها با باشون احساس همدردی نمی کنند بلکه موجب رنجشون هم میشن حالا اجازه بدین یه ویدیو دیگر هم ببینیم و بعد من برگردم دونه هر کسی انگیزه ای برای زندگی داره بله اینجا بچه هاره که بیدم ترخیز میشن بگه اگه مادر منم بود میبود دنبال منو ترخیز میکردن من کسی اینجا خدا ندارم دلی سوزی ندارم بچه نیستم به بچه نیست کلا میره بچه ها خوشحال میشه بچه ها ترخیص میشه بعد یاد گذشته میفتم که مادرم بیاد بعد ترخیز میکرد بیاد دنبالم میرفتیم و هم دیگه خوره چیا بیاد ملاقاتی ما بعد ما بیگی. تو ملاقاتی بیا بیرون بیری میگی من جانبازم تو صف نمیتونم باستم حالا بد میشه جانبازو که باش خواستی نریم اگه ما گفتیم بریم خب اگه ما حالا میرفتیم بیمدن به سقیر کمی رحمله میکردی و دور به شب بومیاش رحم کردن بسیار جای تاسفه چون خیلی افراد نمیدونن که اگر چراغی رو برای کسی روشن کنن مسیر خودشون هم روشن خواهد شد اگر به بیماران ایثارگر و جانبازانی که در تنهایی دائم با درد و رنج هاشون دست و پنجه نرم میکنند احترام بذارن بهشون عشق و محبت بدن ازشون قدرداری کنن خودشون هم احساس خوب میگیرن چون عشق واقعی از فهمیدن متولد میشه وقتی ما عشقای دیگران رو به شادی تبدیل کنیم اون خودش خوشبختیه بنابراین در زندگی سه چیز مهمه که شما چطور زندگی کردید چقدر در زندگی به دیگران مهر و محبت و مهربونی کردید و چقدر درباره مسائل و انسانیت با تفکر صحیح عمیق بودید جانبازان اعصاب و روان معصوم ترین قشر جامعه هستند که زندگیشون برای نجات کشور گذاشتند و به خاطر جنگ دچار استرس های شدید روانی شدند که شاید تا آخر اون باید در بیمارستان های روانی تحت درمان باشند. بنابراین مقامشون بسیار بالا و عظیمه چون اونا کسایی هستن که شهامت انجام کارهای شایسته رو داشتن. یه مشکل دیگه این افراد هم فرزندانشونه که اونها هم کم و بیش از مشکلات روانی رنج میبرن. برای اینکه اونا از بچگی شاید تغییر روحیه پدرشون بودن و اون درشون اثر گذاشته یکی از فرزندان جانبازان در مورد خاطرات زمان کودکی پدرش میگفت من الان 27 سالمه از بچگی تا امروز یک روز خوش تو خونه نبوده هزار بار پدر مادرم دعوا کردن پدر مادرم کتک میزده چند بار میخواسته بکشش خب همه ما میدونیم که دست خودش نیست و آنیه ولی نگرانی من اینه که منم مثل پدرم یک جورای عصب... عصبانیم منم از عصب افسردگی دارم عصبانیتم از اینه که چرا پدر من پس از گذشته سی سال هنوز حالش خوب نشده همش یه گوشه نشسته هزیون میگه گاهی گریه میکنه یا عصبیه یا افسرده عصب است من نمیدونم چطوری سلامت پدرمو به بهش برگردونم از بچگی همیشه آرزون بود که مثل رفیقام لذت پدر داشتن رو ببرم پدری که بتونه به من برسه با من، به من درس زندگی بده ولی پدرم در دنیای خودش زندگی میکرد خب بنابراین میبینید که این خانواده ها چقدر درد دارن برای همین افرادی که در شرایط خاص روانی هستن باید عمیقتر به ازدواج فکر کنن چون شرایط اونا حساس تر از افراد دیگه است در ازدواج کمی و کاستی های مالی رو میشه تحمل کرد اما فریاد زدنها، دعوا کتککاری تنش های روانی رو به آسونی نمیشه تحمل کرد و بلین کسایی که از پیامد این تنش ها صدمه میبینند فرزندانن که در بزرگسالی به مشکلات روانی مبتلا میشن حالا اجازه بدین که یه ویدیو کوتاه دیگه هم با هم ببینیم درباره یه خانواده که علاقه من هستم برادر جانبازشون ازدواج کنه با خودت این کارو نکن داداش هیفی هیفی داشته ها ببین من درکت میکنم تو کلا آره بودی 23 نوهه تکاوت چرپاز یه جوون الانم خدا شایده ازت کم نشده نشده به خدا ازت کم نشده داداشی میدونی چرا چون اون دلت توش چیه توش محبته چیزی که نیاز آدماست آقا سی سالت تموم شده آقا سرباز پر شد سی سال تموم شد خدا نکنه ده. تو وطن بازم جنگ بشه ما اونجا تو بچه ها صحبت میکنیم با همدیگه دیگه قروبا دور هم صحبت میکنیم روح مامان به خدا خدایی نکرده زبونم داد یه نامحرمی میخواد بازم پاشی بذاره تو وطن تو خونمون با همین موقعیت میریم یه دونه کار دیگه مونده تو زندگیت بکنی بیرو در به عنوان داداش بد میگم اونم ازدواجت ما حسرت به دل گذاشتی ما حقمون نبود زن رو ببینیم نه چرا بهت فکر میکنم بیقرار میشم یا وای نکنه فکر بیا سراغش ولی وقتی زن داشته باشی اون زنده باید حرف میزنی میگین میخندین سرت گرم میشه دیگه فکر نمیکن به گذشته بر نمیگردی جواب بده جواب نده که به درد من نمیخوری نه مشکلت پوله نمیگیم مونده نه ولی به خدا میتونی زندگی کنی حالا کمکت میکنیم داداش دردت چه درمون دردت چه خودت خب یه طرف بدن ندارم دیگه یه پا ندارم یه کل دیگه ندارم دست ندارم چی بگم خیلی از جانبازان ذهنشون هنوز آسیب دیده است و توان ازدواج رو ندارن البته در کشور ما چون خانواده عاطفی هستن بعضی زنا که ایمان قوی دارن به همسری جانبازان اصاب و روان در میان و در کنارشون میستن و فداکاری میکنن و با تمام وجود مشکلات رو تحمل میکنن چون معتقدن که برای رضای خدا این کارو میکردن و با خدا دارن معامله میکنن برای همین مشکلات رو به راحتی پشت سر میذارن و همسرشون درون خانواده احساس آرامش میکنه و از این تن از این مسائل میتونن به درمانش کمک کنه خب حالا ببینیم درمان چیه؟ بهبود استرس پس از سانحه چطور درمان میشه؟ استرس پس از سانحه یک درمانش خیلی تدریجیه، یک شبه اتفاق نمیفته چون خاطرات آسیبزا به تدریج در ذهن فرد میان و باعث عذابش میشن ولی خب روان از دو روش استفاده میکنن روان درمانی و دارو درمانی در دارو درمانی روانپزشک از داروهای ضد افسردگی روان پرشی و خواب برای درمان استرس پس از سانه و اون کابوس های آزار دهنده و بیخوابی های مزمن استفاده میکنه. در روان درمانی که با کمک روانشناس انجام میشه به بیمار می آموزه که رفتارهای منفی و ناسالم رو جایگزین رفتارهای سالم و مثبت کنه و تکنیک هایی به روی کنترل استرس و خشم به بیمار یاد میده که به این تکنیک میگن Cognitive Behavior Therapy یه نوع روش دیگر هست که اون استفاده از روش حساسیت زدایی با حرکت سریع چشمه که به انگلیسی بهش میگن EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing که در اون روانشناس سعی میکنه واکنش های آزار دهده جسمی و روانی بیمار رو کاهش بده و بعد به مغز این اجازه رو میده که خاطرات رو به درستی پردازش کنه تقیقا نشون داده بیمارایی که تا تحت تاثیر اختلال استرس پس از سانه بودن بعد از مدتی که در تحت درمان حساسیت زدایی حرکت سریع چشم بودن حالشون بهبودی درش پیدا شده گروه درمانی یا گروپ تراپی در درمان استرس پس از ثانه هم موثره در این روش افرادی که در یک رویداد سختی آسیب دیدن برای دیگر افراد اون گروه از تجربه و واکنش هایی که نسبت به حادثه داشتن با هم صحبت میکنن و چون درد مشترک دارن بهتر میتونن به هم دیگه کمک کنن و زودتر بهبود پیدا کنن خب همه ما زمانی در برابر موقعیت های متغیر قرار داریم حتی همین روز به روز زندگی کردن خودش توانای میتونه پر از مشکلات باشه ولی هر اشگالی به خودی خودش خطرناک و بد نیست بلکه اون مهم اون روشی که برای حل اون ما در نظر میگیریم اگر روش مثبت باشه زودتر به آرامش میرسیم و زندگی بیشتر لذت میبریم اگر منفی باشه طعم خوشبختی واقعی رو نخواهیم چشید چون همه اشتباهها و مشکلات از ذهن و افکارمونه اگر ذهن تغییر کنه هیچ اشتباهی باقی نمیمونه و با تفکر صحیح میشه بر مشکلات پیروز شد بنابراین مواظب خودتون باشین مواظب زندگیتون باشین زندگی رو آسون بگیرید به روانتون باشین خب بینندگان عزیز امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین شما میتونید برای سفارش کتاب با تلفن و آدرسی که به روی صحنه تلویزیون نشون داده شده در ایران اون رو خریداری کنید که هست نیلوفر مجنون .ir. اگر شما کتاب رو خریداری کنید پولش رو من به جانبازان اصاب و روانی که در بیمارستان روانی زندگی میکنن تقدیم میکنم که اقلا احساس خوب بگیرم که من هم برای مردم وطنم یه کاری انجام دادم در زمین می میتونید مقالات روانشناسی که من در نیلوفر مجنون دات آی توی اون وبسایت گذاشتم بخونید دانشتون زیاد بشه ویدیو این برنامه رو میتونید از سایت تلویزیون ایران فردا آپارات یوتیوب و فیسبوک من ببینید و من و تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو دارم